رحمان الرحیم، امروز نهم اردیبهشت جلسه کلاس آشکارسازی و تخمین هستش. امروز هم سه‌شنبه است. عرض به خدمتتون که قرار بر این بوده که میان ترم ما توی 16 اردیبهشت برگزار بشه، ولی با توجه به وضعیت به وجود آمده، همچنین تعداد زیادی از شما در کلاس مخابرات پیشرفته هم هستید و دلایل دیگری که به من منتقل شده، ما امتحان رو که به صورت مجازی هم داره برگزار میشه انشاءالله میگذاریم پنجشنبه هم حوالی ساعت 10-11 منتظر باشید که سوالات رو از طریق ایمیل دریافت بکنید. انشاءالله همونطوری که امتحان مخابرات پیشرفته چند ساعته بود که ما گفته بودیم 4 ساعته، ولی خب مثل که 5 ساعت و نیم هم طول کشید، شاید هم بیشتر، این امتحان هم 4 ساعته خواهد بود. شد همه این مطالبی که کاور کردیم توش خواهد بود، فقط یک نکته هم اضافه میشه بهش، سوالات مطلب هم توش میتونه باشه، سوالات مطلبی هم توش میتونه باشه. بسیار عالی. از خدمتون که آقای امینی از من یه سوالی پرسیدن در رابطه با که ما قرارمون این هستش که سوالی هستش، لطفاً از طریق ایمیل یا هر صورت دیگری که صلاح میدونید به ما منتقل بکنید، ما بلافاصله اونو برای شما پاسخ میدیم. همین چند ساعت پیش بود که من دیدم آقای امینی برای من یک ایمیلی فرستادن، حکایت از یک سوال بسیار مهمی میکرد که پاسخش برای شما هم انشاءالله مفید خواهد بود. از خدمتتون که ما توی هایپوتزیس تستینگ یکی از مهمترین مسائل ما این بود که مطرح کردیم که تحت H1 R که دریافتی ما باشه و یک گوسی هستش که میانگین صفر استاندارد دیویشنش سیگما 1 و این هم N تایپ ابزرویشن داریم، یعنی از R این از هایپوتزیس اول تا ابزرویشن، از هایپوتزیس آلترناتیو بهش میگن آلترناتیو یا نال هایپوتزیس هم به همین صورته، ولی اینطوری بعد میخوایم بین اینها فرق بگذاریم. توی مسئله‌ای که ما عرض کردیم خدمت شما، سیگما 1 و سیگما 2 نون هستند، سیگما 1 و سیگما 2 نون هستند. سوالی که مطرح شده بود این بود که ما بیایم سیگما 1 و سیگما 0 رو تخمین بزنیم. بله کاملا هم امکان پذیر هستش. ببینید در وهله اول پی دی اف آر چیست؟ ما داریم میگیم که اینها آی دی هستن، آی دی ابزرویشنز داریم. آی دی observations داریم و کلن حالا این مسئله خاص رو من میبینید که حلش معمول صورت بدهید، به صورت جنرال اگر ما اینو داشته باشیم که R یک یعنی observation ما R هستش تحت H1 و observation ما R هستش تحت H7. الان PDF R چیست؟ سوالو برید نمایش بنویسم چیجا برای تابع توضیح R چیست؟ خب با توجه به این ما اگه بیاییم P1 رو بگیم probability H1 و P0 رو بگیم probability H0، اینها نون هستن. الان PDF R probability density function R با فرض H1 زد داره P1 ولو probability density R با شرط H0 زد داره P0. خب چون که binary hypothesis داریم این هستش یکی منهای P1، بنابراین ما اگر توی این مسئله نگاه بکنیم، مسئله خاص نگاه بکنیم،
مسئله ما پی دی اف آر به این صورت خواهد بود که در P1 به علاوه با شرط H3 این خواهد بود و چون که گوسی هستن اینها گوسی هستن IID هم داریم ها به این میرسیم زیرامینه مال این قسمتشه این قسمتش هم به این صورت دابعه این اینجا صفر الان پی دی اف داده های ما هستش حالا ما خب اینم باید برداری باشه دیگه چون که ابزرویشنیه حالا ما آنون ما چی هستش سیگما یک و سیگما سه بر اساس روش مکسیموم لایکلیهود میام از این مشتق میگیریم نسبت به این سالی باسه و همچنین اینجا سالی باسه از اینجا به دست میادش حالی فرمه به دست میادش پس تخمینه این از اینجا تخمینه تخمینه سیگما یک و سیگما سه به دست خواهد من حالی فرمه حالا سوالی که مطرح کرده بود آقای امینی این بودش که ما بیاییم از داده هامون واریانس تخمین بزنیم یا استندارد دیویشن تخمین بزنیم بعد با این تخمینی که الان داریم اون سوال که چون مطرح کرده من اینطوری متوجه شدم حالا ما اینها رو تخمین زدیم حالا بیاییم از خود داده ها واریانس تخمین بزنیم یعنی یه داده داریم ما آر تا داده داریم یه واریانس تخمین بزنیم اون واریانس به هر کدوم از این تخمین ها نزدیک بود بگیم که هایپوتزز H1 درست یا هایپوتزز H0 یعنی بیایم این رو تخمین بزنیم اسمشو بذاریم تخمین ما حالا این آیا به این نزدیکه بیایم این رو نگاه بکنیم که این باشه بیایم این دوتا عدد محاسبه هر کدوم کوچکتر بود حکایت از این میکنه که H1 صحیح بوده یا H3 صحیح بله این راهکار درستی ولی میدونیم دوستان چی هسته توی اون مسئله توی اون قسمت از لکچر مسئله که ما داشتیم با شما صحبت میکردیم هنوز مسئله تخمین نبودش ما هنوز نیومدیم واقعا به صورت کلاسیک نیومدیم مسئله دیتکشن رو همراه بکنیم با تخمین پارامترهایی که توی مسئله دیتکشن وجود داره که انتهای جلسه قبل خدمتتون عرض کردم اگر توی مسئله دیتکشن ما یک یا چند پارامتر آنون باشن ما بیایم اونها رو تخمین بزنیم بعدن دیتکشنمون رو بر اساس تخمین پارامترها انجام بدیم به مسئله بسیار مهم بسیار مورد توجه میرسیم که بهش میگن GLRT
generalized likelihood ratio test می‌رسید. دارم می‌فهمم که امروز انشاءالله در بارش با توجه به این که به وجود اومده صحبت خواهم کرد. بنابراین ما میتونیم تخمین بزنیم پارامترامون رو، بعداً بیایم دیتکشن رو انجام بدیم. دارم می‌فهمم دیتکشن رو بیایم انجام یعنی الان likelihood ratio test رو که اینطوری می‌بینیمش، می‌فهمیم یا لاگ لاکیو ریشیو تست بیاین پارامترها رو توشون تخمین بزن. یعنی الان اینا پارامتر دارن، یه سری پارامتر دارن پارامترها اسمشون میذاریم تیتا، وکتور هم میتونن باشن، وکتور میتونن باشن پارامترها اسمشون تیتا. بیایم تخمین بزنیم، تخمینشون بزنیم به این برسیم. اون تخمین رو میذاریم خط. بعد میایم با اشواز مقایسه میکنیم. این مسئله اسمش از GLRT به اندازه جلساده ها صحبت کردیم در واقعشون که نویز رو اومدیم واریانسش رو تخمین زدیم، بعد هم از گاوسیان سابیش استاتیستیکسی که گاوسیان بود دیدیم که رسیدیم ناگهان به سابیش استاتیستیکسی که تی بود، تی ستیودن تی بود. یا اومدیم سیگنال رو تخمین زدیم و نویز رو فرض کردیم واریانسش نون هستش، رسیدیم به یه مسئله که بهش میگن کای سکوئر دیتکشن کای سکوئر نویز. یا امروز میخوایم صحبت کنیم در این رابطه که هم سیگنال رو نمیشناسیم هم واریانس گاوسیان رو نمیشناسیم، میرسیم به مسئله که بهش میگیم F distribution. اونا همینی تقدیل همه جیلارتی هستن و پرکتیکال خیلی عملیاتی هستن، واقعی هستن، واقع بینارت. یعنی الان مسئله راداری رو شما در نظر بگیرید، سیگنال رادار تابیده شد به محیط، سیگنال رفت از محیط، سیگنال برگشت. حالا اون سیگنال که برگشت ما نمیدونیم چیه، ما میدونیم چه سیگنالی ارسال کردیم ولی نمیدونیم چی از محیط برگشت، ما اینو نمیدونیم. یا باید بیایم سیگنال تخمین بزنیم، فرض کنیم که واریانس نویز نون هستش، یا بگیم که سیگنالی که رفت عیناً برگشت ولی نویز واریانسش آن نونه، یا واقع بینانه بگیم که در محیط تارگت وجود داره، هواپیمای دشمن وجود داره، واریانس نویز رو هم نمیدونیم چون که محیط ممکنه ابر باشه، محیط ممکنه تغییرات الکترومغناطیسی زیاد باشه، اینها واریانس نویز هم نمیدونیم، هر دوتا رو باید تخمین بزنیم. پس میرسیم به اینکه هم باید خود سیگنال تخمین بزنیم هم واریانس نویز تخمین بزنیم،
یه مسئله جهلاتی مسئله جهلاتی. این هم خدمتتون عرض کنم دوستان، مسائل واقعی همواره پیچیده نیستند و مسائل مهندسی نباید هم دائم برای فرض باشه که نمیدانیم اینطوری نیست. ولی خیلی وقتا هستش که مسائل اون گاوسیانی که ما روز اول صحبت کردیم به همینجا فرض کردیم اینا دون هستن، چون که اپلیکیشن مسئله حکم میکنه اینها رو ما میدانیم چی هستن. اگر ما به صورت انتزاعی صحبت بکنیم، شما براتون این سوال مطرح میشه که خب ما واریانس نویز از کجا میدونیم؟ ولی این مسئله ریاضیاتیه الان، این مسئله ریاضیاتیه. ولی وقتی مسئله مهندسی میشه معنیش این نیستش ما اینا رو نمیدانیم. بله خیلی وقتا 90% اوقات از اینا رو میدانیم. مسائلی مثل رادار، سونار، مسائل نان دیستراکتیو تستینگ، مسائلی مثل بایومدیکا مثلا دیتکشن تومورز، مسائلی برای اپتیمولوژی چشم پیدا کردن مثلا مویرک هایی که مثلا پارگی توشون دارن اینها، بله اونجاها میشه یه مقدار گفتش که بله یه مقدار ما روی اینها روی پارامترها کلن یه پارامترها ما یه مقدار انسرتنتی داریم. ولی اینطور نیست که همیشه مسائل هیچی ما نمیدانیم، نه اینطور نیست. و اینو چرا عرض میکنم؟ چرا که این میدانیم نیاز به بصیرت مهندس داره. مهندس باید بصیرت داشته باشه که چی در دستمه، من چی رو میدانم و چه چیزی رو نمیدانم. این خیلی مهمه. مهندس با دانشمند ریاضیاتی فرقش در اینه. مهندس بصیرت داره، عمق نظر داره. اینطوری نیستش که من هیچی نمیدانم، اینطوری نیست. فرق مهندسه. الان ما یکی از دانشمند دکترا یا بهترین دانشجوهای دکتران توی ریاضیات میشناسمشون، اینها سوالات، این دانشجویان سوالاتی که میپرسن همین صورته، نمیدانیم این چیزها رو ما نمیدانیم. ولی وقتی که بهشون صحبت میشه توضیح داده میشه از دیدگاه مهندسی، اون وقت تازه متوجه میشن که بله نه اینطور نیست که مسائل همواره باید خیلی هم پیچیده باشه. اینا برای حالتهای مثل رادار و سونار و اینطور چیزا. حالا انشاءالله سوال آقای محمد حسین امینی پاسخ داده شده باشه. بازم اگه سوالی در همین رابطه هستش برای خود ایشون یا برای دیگران مطرح بکنن، ما هم انشاءالله برای شما پاسخ میتونم. جلسه قبل دوستان ما اومدیم صحبت کردیم در رابطه با چرنوف باند. اومدیم از این رابطه استفاده، از این شکل استفاده کردیم. چون مشاهده میتونید که جی وای کوچکتر یا مساویه وقتی که نور مثبت باشه، و اگه از ترپین اکسپیکیشن بگیریم به این میرسیم. از اینجا شما میبینید که ما این داریم مطرح میشه که آیا میتونیم ما این باند رو تایت بکنیم؟ by choosing
پاسخش yes. بله میشه. زیاد نباید نجور. پاسخش بله. این باید can we be tightening؟ میتونیم تایتش بکنیم، فش بردش بکنیم. بیایم از این bound نسبت به new مشتق بگیریم. نسبت به new بیایم مشتق بگیریم. جای اینطور میشه عوض که چون که لینیه آپریتور هستن این رو مسایی با صرف باید قرار بگیم. از اینجا شما مشاهده می فهمید که ما این رو پیدا می کنیم. میشون توی این معادله این مقدار اکسانه پس میشه فراموشش کرد. برسیم به این مسئله. حالا این معادله برای given دلتا برای given دلتا اینجوری هم بشه تا این به دست بیاره. این به دست بیاره. شما مشاهده می فرمایید که این مومنت جنری فانکشنه. مشتق مومنت جنری فانکشن نسبت به نو هستش. یعنی دیگری اینه. پس این مسئله ای که ما اکویژن تو بی سال، این اکویژن تو بی سال اینو الان شما مشاهده بفرمایید. این اکسپکتیشن رو ببینید چیست. که این چی هستش دوستان؟ تیل پرابابلیتی. سی همون پرابابلیتی فاصله ها
رابطه فاصله یعنی فهمه رابطه فاصله. پس ما الان اگر میخواییم رابطه فالس الار رو به دست بیاریم ما چه چیزی رو باید داشته باشیم؟ sufficient statistics رو باید داشته باشیم. sufficient statistics این یعنی در واقع PDF چیزی که اینجا شما مشاهده میفرمایید در واقع چی هستش؟ در واقع اینه PDF R هستش با شرط H0 یا L با شرط H0 که L چیه؟ L sufficient statistics و چرا ما داریم این کار رو میکنیم؟ چرا این کار رو داریم؟ به خاطر اینکه پیدا کرد اشاره شد توی کلاس چند جلسه قبل بود پیدا کردن سابچه استاتیستیکس در حالتهای ساده امکان پذیر هست، در حالتهای واقعی امکان پذیر نیست سابچه استاتیستیکس رو پیدا کردن. واقعا سابچه استاتیستیکس این سابچه استاتیستیکس این که اینجا میبینید سابچه استاتیستیکس یعنی این دوتا رو برهم تقسیم بکنی یه تابعی از R به وجود میاد، یه تابعی از R وجود ولی تو حالتهایی مثل گوسی ساده است. تو حالتهایی که من یه مثالش خدمت نشون بدم، من مثلا فرض بفرمایید که R با فرض H1 گاوسیانه، R با فرض H1 گاوسیانه، R با فرض H0 کوشیه، پس میگم با فرض H0 کوشیه. یعنی چی؟ یعنی که PDFش کوشی رو معمولا با C نمایش میدن. یعنی اینطوری یه سنترال پرامتری داره مثل مثلا T. حالا میگم PDF رو PDF ها رو که میشناسیم بر هم تقسیم میکنیم likelihood ratio test رو فرم میکنیم. تازه single observation n باشه یک، n بزرگ باشه یک، single observation. ساده کنیم به این نسی آیا شما میتونید از اینجا میتونید ساده کنی یه تابعی از R توش داشته باشه؟ ببینید الان این ساده پذیر نیست. بس sufficient statistics اینجا نمیشه پیدا کرد. من میفهمم. sufficient statistics رو نمیشه پیدا. بنابراین اگه ما sufficient statistics رو نمیتونیم پیدا بکنیم آیا میتونیم اینو bound بکنیم؟ Boundش اینجاست. چرنوف باوند اینه که یعنی در واقع
خارج فاصله‌ها که این باشه تعامل میشه با این این باوند تایته یعنی چی؟ یعنی مثل این میمونه مثل این حالا توش ما نور رو تخمین زدیم ولی این رو میخواییم ما این ترشولد رو میخواییم این ترشولد این ترشولد لازمه دیتکشنه یعنی شما اینو ساده بکنی اینو شما ساده بکنی میرسید به علم اگر میتونستی ساده کنی اگر میشود ساده کرد اگر میشود ساده کرد میرسیدیم به L میرسیدیم به Sufficient Statistics که دلتا رو ما پیدا میکردیم میتونستیم تست رو انجام بدیم هایپوتزیس تستینگ انجام بدیم به همین دلیل ما باوند رو لازم داریم حالا این باوند خوبیه چنان باوند خوبیه ولی بهتر از اون هم وجود داره که انشاءالله بعدا صحبت بشه دلیلی که ما چرناخ باوند لازم داریم به این دلیل حالا اومدیم یه مثال هم برای شما نشون دادیم دوستان من دوباره اون انجام میدم یه مثال دیگه هم برای تون انجام ببینید چیه گفتیم که مثال این باشه که لاپلاسیان فرسنگ بیده به نصفت اگزکت یعنی اگزکت این اگزکت هست یعنی این همش اگزکت ما این حالا میخوام این از طریق چرناف باوند به دست بیاریم از طریق چرناف باوند به دست بیاریم اینه باید محاسبه بکنیم انجامش بدم انجام بدمش که درست به انجام بده بشه این رو خواهد داشت
نیو هم که مثبته، نیو رو داریم یه مثبت. خب اگه مثبت باشه این قسمت از بین میره، پس این میشه یک دو و اینجا چطور؟ با فرض اینکه الان نو کوچکتر از یک باید باشه، این میشه نمیده پس میرسیم به میدونیم اسمونه به این لاپلاس پیدیه کرکترست مومنجنی فانکشنش میکنی هست. حالا من نوشتم پاسخش رو، ولی خب لازم بودش که درایبش هم براتون بکنم که یه مایی تمرین و تجربه یه همونی داشته باشم. اسم الان اینه به دست رو بردیم حالا اگر بیاییم این دیگری رو بخواهیم پیدا بکنیم، این رو پیدا بکنیم، این همون فی این دیگری رو بخواهیم پیدا بکنیم مشتق چه یه میل ها چه دوی پس این رابطه الان همه اجزایش مشخص شده. شما مشاهده می‌کنم که این هستش اینطوری. گفتیم که نو باید چی باشه دوستان؟ مثبت باشه. این الان دو تا سلوشن داره، یکی منها با منهای اینجا میشه منفی، تا سلوشن واقعی اینه مثبت هست. سلوشن واقعی. حالا اگه ما این رو بیام در اینجا قرار بدیم، یه بیاری چه قرار بدیم؟ همون بمده بود بگه چه نفت بمده بونو قرار بدیم، چه نفت بمده بونو قرار بدیم، بگه که چه نفت بم برای این انتگرال ساده میشه. اون منها هم منها رو ساده میکنه، از اینجا میشه بعد باید این سلوشن رو بیر مومجنی فانکشن بگذاریم که مومجنی فانکشن هم اینجاست.
این همه باوند این مقداره. البته این میشه بازم ساده ترش کرد. اوبیدو داره اینجا. این هم میشه ساده ترش. حالا من این هم برای شما نمایش بدم. نومریکالی نمایشش بدم برای تو. نومریکالی نمایش بدم. ببین چی میشه. این اول روشن کنم. بیام الان این حضاتی رو که اینجا ببینید که اینجا بودن با شما این دلتا مثلا دلتا رو با دی نمایش بدم براتون دی دی رو بگیرم مثلا یک دهم تا ده مثلا اینطوری بگیرم بعد اگزکت رو می بردار می نمایش بگرم اپراکسیمیت رو تمپ رو این بگیرم بعد اپراکسیمیت رو تقسیم بر دی تقسیم بر دی بعد قبله دو بعد بیایم این رو با هم مقایسه باوند قرمز است. باوند قرمز است که گفتیم از بالا باوند میکنه دیگه. دیدید دیگه پشت تخته است. اینجا نهاشش. باوند از بالا است. این هم باوند. حالا ارزش این یقیناً برای اینجا ها نیست. چون که یعنی اون سافیشن استاتیستیک که N باشه مقادیرش بزرگ هست. اینجا ها هستن. حالا من یه ذره D رو چیزش بالا میبرم. بعد این لوگاریتمی نشون میدم به شما اینجا هاست ترشهولد اینطور گفتیم ترشهولد چند دادیه ده به قرمه نهایی سه ده به قرمه نهایی چهار برای کاری نظام مثلا اینجا هاست مثلا دوازده ما این رو آبی رو تو حالتهای واقعی مثلا این مسئله نمیتونیم پیدا بکنیم این رو نمیتونیم پیدا بکنیم ولی باوندش رو میتونیم پیدا بکنیم بر اساس چرنخ باوند یا کارهای دیگر که هنوز صحبت نکردیم برای شما مثلا صدر کنه خاصی میشه که بهترینشون حالا چیزهای دیگر هم هست که ما بین چرنخ باوند و اون قرار میگیره صدر کنه خاصی که این در واقع یه به هم تقریبا یه چسبیدن هست مثلا نمیشه فرق گذاشت بین اینها اینطوره پس ما الان مثلا اون دیزایر کابلی فاصلار میمون مثلا ده به قرمه نهایی هفت باشه ما این مقدار رو میخواییم اینو میخواییم
این عدد رو میخوام. ولی این عدد رو ما نداریم. یعنی این تا این آبی رو نداریم. ما به جای آبی میایم این threshold رو استفاده میکنیم. به جای مثلا 15 میایم 19 رو استفاده میکنیم. توی با چرناختان. حالا این مسائلی مثل روش هایی مثل standard point approximation که استفاده بشه اونا خب یه جزئیاتشون به مراتب بیشتر از این هستش. ببینید که اونها خیلی دقیق، خیلی دقیق هستن. یعنی انتگرال رو این چیزی که اینجا هست درسته که بزرگترشه، ولی بزرگتری که اون تفاوتش رو اصلا قابل توجه، اصلا قابل دمزه گرفتن. 10 به منهای 20 و 10 به منهای 30 و اینطور چیز هست. حالا همین رو دوستان ببینید، حالا یه عرضی بکنم خدمتتون. وقتی که دلتا عدد بزرگی باشه، دلتا بزرگ باشه، این مقدار، این مقدار دلتا بزرگ باشه، پس نشین پس این واقعا به این صورته. اون یکی چطور؟ اینجا این هستش در واقع دلتا. به این صورت این هم هستش به این صورت. حالی که اگزکت اینه، یعنی برای دلتاهای بزرگ این تقریبا هم یک دوم است. ببینید چون که اگزکت این تقریبا یک دوم. ببینید تفاوتشون برای دلتاهای بزرگ چقدره. مثلا اینجا شما دارید 10 به منهای 7، اینجا دارید 10 به منهای 7 برای این، اینجا اتفاق میفته. 10 به منهای 7 برای این، اینجا اتفاق میفته. حالا اگه بخوایم اینها رو بگیم یکسان باشه، مثلا اینطوری نگاه بکنی شما، این تفاوت یه چیز خیلی کمی. 10 به منهای از 10 به منهای 5 یا 10 به منهای 6 یا 10 به منهای 7 مثلا یک دهم با هم فاصله داره. حالا بیایم این رو یه مقدار نزدیکترش بکنی. خب مسئله ریاضیاتی هستش که آماردان ها اینو میشناختن. چرناخت هم اسمش هم اصلا مشخص، آقای چرناخت میشناختن. ولی بیایم این رو ببریمش بی مسائل لاکین ریشیو تست، ببریمش بی لاکین ریشیو تست. ولی برمون من این چیز رو روشن میذارم اگه لازم بود استفادهش کنید. دوستان عزیز ببینید اینجا رو لاکین ریشیو تست اینه. بیایم طرف این رابطه رو در اس ضرب بکنیم. این بسیم یا بیایم لاگ لاگین ریشیو تست رو فرم کنیم برای سادگی. لاگ لاگین ریشیو تست این طرفی این رابطه رو در S در بود. بیایم این رابطه رو اینطوری نمایش بدیم.
بیم طرف این رابطه را به قوه ای برسونیم. بیاییم پرابلی فالس الارم رو فرم کنیم. پرابلی فالس الارم، پرابلی فالس الارم چطوری به دست میاد دوستان؟ پرابلی فالس الارم اینطوری به دست میاد که شما اینو دارید، پی دی اف ال با شرط اچ سی از یه ترشبول دید تا بینه هایی ولی فرمایید از یه ترشبول دید تا بینه هایی اینو دارید. در واقع این اکسپیکتد ولیو رو ببینید، نسبت به این، نسبت به یعنی اینطوری بگیم با فرض چیزی این خواهد اینو چطور میشه نمایش داد؟ اینو میشه اینطوری نمایش اینطوری میشه. یعنی به جای اینکه چیزی رو که نمیتونیم پیدا بکنیم، اینو نمیتونیم ما پیدا بکنیم، در موارد واقعی رو نمیشه پیدا کرد، سادهش نمیشه، مثلا اون مثالی که دیدیم گوسی و کوشی و اینا نمیشه سادهش کرد، یه همچین چیزی پیدا کرد، تابع روشون هستن، مثلا تابع ای روش اومده عمل کرده، اون یکی تابع درجه دو اومده روش عمل کرده، بعد اینا مدن در هم ضرب شدن، نمیتونیم آر رو ازش پیدا بکنیم، یه معادله ترانسندنتاله، ترانسندنتال نمیشه پیداش. ولی آیا میشه از این استفاده کرد؟ بعد این خیلی این پی آر باشد اچ رو مثلا میدانید، این گوسیه، پی آر باشد اچ صفر رو میدانید، مثلا این مساله که عرض کردم کوشیه، حالا به قوه اس میرسن بفرمایید. بعد چه خوبی داره الان ما میتونیم اینجا رو شما مشاهده بفرمایید، ما الان اینو پیدا کردیم، یعنی اینو ما پیدا کردیم، حالا مشتق بگیریم نسبت به اس، مشتق بگیریم نسبت به S، اون رابطه پیدا میشه و توی این معادله قرار بدیم الان ترشول پیدا میشه، بلی فرمایید ترشول اینجا پیدا میشه. دلیلی که چرن آف باوند رو آقایون مهندسی روش چیز دارن، اصرار دارن، یک این که ساده است، دوم این که مرتبط هستش با لاکی ریشیو تست، یعنی میشه به سادگی از لاکی ریشیو تست به دستش آورد این هاشش، اینه، این الان در واقع همون اکسپیکتد ولیو این هست، یعنی این رابطه میشه. نو اینجا موشه S، اینجا N، N، اینجا S، اینجا S، اینجا S، اینجا S، اینجا S،
اون ترشول از این رابطه به دست میاد. این معادله حالا اینجاست مشتق نگید بگیرید نسبت به S این میشه حالا این باید حل بشه. اینو ما میتونیم حل کنیم یا به این تو بگم فرمولش به دست میاد. حالا حلش ممکنه مثلا سخت باشه نشه مثلا معادله درجه دو مثل این نشه باید مینیمایزیشن انجام داد. اون یه چیز دیگه است که سولوشن رو پیدا کردن سولوشن S hat رو پیدا کردن اون کار ساده ای ساده از لحاظه ای که نمیشه مشخص چه کار باید کرد ممکن مینیمایزیشن داشته باشون پس دلیلی که ما چرا آن استفاده کردیم حالا توی همین این خیلی زیر مجموعه ها وجود داره خیلی زیر مجموعه ها وجود داره مثلا اینکه آیا ما میتونیم اینو سادش بکنیم؟ بله خاطرتون هست شما که ما تو کلاس فرایند اومدیم صحبت این هوموجنی فانکشن میشه بحث تیلور سریزشون هم میشه حالا بحث تیلور سریزشون دو تا سه تا ترم میشه شما نگه دارید یعنی اینجا این چیزی که اینجا میبینید و دو تا بحث تیلور سریز براش بنویسید دو تا سه تا ترمش نگه دارید بر اساس اون بیان میرم حل کنید این حالتای مسئله گونش میشه که مسئله امتحانی و مسئله کتاب و این چیزا میشه ولی واقعا اگه بخواد این چیز حل بشه باید این حل بشه که این دقیق به دست بیاد از به خدمتون که ما جلسه قبل اومدیم این مسئله رو با شما نگاه کردیم که این بود اومدیم نگاه کردیم که R بکنم با X نمایشش دادیم X بعد اومدیم حالتی رو نگاه کردیم که S این بود که H subspace known هست بشه این نمانه این رو نگاه کردیم با شما بعد اومدیم گفتیم که projectors projector E projector onto H space اینه خاطر من چطوری درایو کردیم گفتیم که اگر شما این مسئله رو می‌داشتی تبدیل رو در ترانسپوز ضرب کردیم بعد این رو اینورس کردیم بعد این سولوشن رو میگیم در اینجا قرار میدیم این میرسیم میبینید که B اینجاست بی اینجاست پس این پروژکتور یعنی که این بیا در هر بردا این بیا در هر برداری ضرب بشه میبرش در فضایی که سیگنال S بوده اگه فقط سیگنال S ما در این فضای اتاق بوده کف اتاق بوده این پروژکتور اگه ما استفاده کنیم هر برداری مثلا این برداری مثلا اینطوری باشه در سه بعد باشه بیاد این پروژکتور در این ضرب بشه تصویر این بردار سه درایه‌ای رو سه مؤلفه‌ای رو روی این اتاق پیدا می‌کنه تک تک اتاق بعد گفتیم که این فضای پروژکتور یک کامپلمنتی داره که پروژکت میکنه هر برداری رو روی کامپلمنت فضای اینجا
که الان کامپلمنت اینجا چی هستش؟ اون دیوار هستش که عمود برشه دیگه. و دیدیم که این اگه اسمشو اگه اینو بذاریم اینو projector onto signal space projector onto signal space in signal in از این پروژکتور آن تو نویز سپیس. چرا؟ بخواهد میگه سیگنال و نویز آن کورولیتده. چرا؟ پاسخش این صفر میشه صفر. پس این صفر یعنی چی؟ این صفر معنی چی هستش که این دوتا بر هم عموده معنی چی نمیگه؟ چون این ضرب درونیه پس این دوتا بر هم عموده این فضا بر اون فضا عموده. بعد الان اگه اینو اسمشو بذاریم PA معنی چی هستش که هر برداری مثل X اینطوری قابل نمایشه. اینطوری قابل نمایشه. هر بار یه فضای متعامل در این فضا و اون فضا متعامله. هر برداری این فضا آدم اینا بعدن زیر فضا هست. این و اون دیوار زیر فضا هستن برای این فضا ولی متعامدن این فضا رو کاور میپوشونه. بنابراین ما میتونیم خب اومدیم یه کار دیگری کردیم، یه سوال دیگری کردیم، گفتیم که ببینید اینجا رو این زیر فضا خب این احتیاج به این اینورژن داره، احتیاج به این اینورژن داره. اینورژن حالا فرض بفرمایید که H یه ماتریس مستطیلی باشه. مثلا H یه ماتریس مستطیلی باشه. مثلا اینجوری. مثلا باشه 2 درصد. خب H ترانسپوز H یه ماتریسی میشه. میشه 100%. این آرگن ولیو هاش صفر نیستن ولی 98 از آرگن ولیوش خیلی نزدیک صفر. 98 از آرگن ولیوش نزدیک صفر. اینورت کردن اون معنی چیه؟ یه چیزایی که آرگن ولیو هایی نزدیک صفر هست اینورت بکنی معنی چیه؟ معنی چیه هستش که آرگن ولیو هاش معکوس میشن، خیلی بزرگ میشن. من میفهمم. حالا اگر H که به دست ما H که داریم اینجا میگیم نونه، ولی خب تو عمل یه مقدار نویز داره. چیکار میکنه این پروژکشن؟ نویز رو مگنیفای میکنه. اگه این کار ما انجام بدیم، گفتیم که پیشنهاد این هستش که اینو بیایم از طریق SPD انجام بدیم. اینطوری حالا اگر این رو در اینجا قرار بدیم ببینیم چی میشه. بگیم اینا این ماتریس ها یونیتری هستن، یو و وی یونیتری هستن. یعنی چی؟ یعنی که ترانسپوزشون در خودشون آیدنتیتی درست میکنه.
CD decomposition, single value decomposition. That's in identity. این identity. حالا این inversion رو انجام میدیم به چی میرسیم؟ Inversion. Inverse بکنیم. ببینیم چی میشه. این inversion رو انجام میدیم، این میادش اینجا قرار میگیره، این میاد اینجا به این میرسیم. این میاد اینجا قرار میگیره به این میرسیم. این میشه transpose the singular value matrix ضرب داره این ضرب داره اینجا مثلا یه اینورس این هم اینجا اینورس در اینجا هم یه بی داشتیم اینجا هم یه سیگما اینجا هم یه یو اینجا هم بی ترانسپوز اینجا سیگما اینجا یو چون مشاهده میفهمه که این دوتا هم آیدنتیتی هستن این دوتا هم آیدنتیتی هستن این دوتا هم آیدنتیتی هستن این و این آیدنتیتی هم ده میشه در همین اون چی که واقعی میمونه این که اگه این اسمشو بذاریم H اینها رو سابسکریپت H بدیم که H باید معنیش باشه معنیش این هستش که این چیزی که نباید انجام بدیم این نباید انجام بدیم برابر با چیزی هستش که استیبل نومریکالی نومریکالی استیبل این در واقع پروژکتور آن تو سیگنال اسپیس این استیبل متد نومریکالی استیبل این نومریکالی استیبل حالا اگر اون کامپیل این هم انجام میدادیم به این میرسیدیم حالا اومدیم گفتیم که مچ فیلتر میگوید که شما میخواید دیتکتور داشته باشید این اپتیموم دیتکتوره مچ فیلتر اپتیموم دیتکتوره اپتیموم دیتکتوره میگوید که شما سافیش استاتیستیکستون رو اینطوری فرم بکنید که این دریافتی شما هست این سیگنالی که شما اکسپکت میکنید باید داشته باشید ولی گفتیم سیگنال رو نمیشناسیمش میان تخمینش رو قرار میدیم تخمینش رو چطوری به دست میاریم؟ تخمین اینطوری اونم اسمش از چی؟ این الان دیتکتور ماست با فرض سیگما اینو پس ما اینو فرم میکنیم حالا میشناسیم این گوسی هستش
اینجا گوسی هستش، اکس گوسیه، این ترانسپوز هم گوسیه، این هم پروژکتوره، پس این کای سکوئرده. بیام این رو چون که نون هستش اینو اینطوری نرمالایزش میکنیم. که چرا این کار رو میکنیم؟ خاطر این که L با فرض H0 چه خواهد بود؟ خواهد بود این این سیگمای دو با این سیگمای دو ساده میشه، این سیگمای دو ساده میکنه میرسیم به این ترانسپوز این الان روی این اثر بکنید چه اثری نداره؟ پروژکتوره. پس اینو بعدی می کنید بگید این الان استاندارد کای سکوئر N degrees of freedom این صورت یه باری هم سه شکل چون که یه کای سکوئر چی هستش دوستان؟ کای سکوئر توری هم نمایش میده کای سکوئر N degrees of freedom اینه که اکس آی ها آی آی دی هستن آی آی دی هستن واریانسشون هم یک گوسی هم هستن یعنی اکس آی ها اینطوری هم آی آی دی هم هست این الان کای سکوئرد N degrees of freedom کای سکوئرد with N degrees of freedom این الان پی دی اف شما میشناسید پی دی اف شما میشناسید پی دی اف شما میشناسید چطوری به دست میاد اینطوری به دست میاد موجود این فانکشن رو دست بیاریم چون که اینو آی آی دی هستن بهش اینطوری نماشه یعنی مثل همه هم میمونن پس این اینطوری حالا اون چی داری به دست میام بگفتیم اینطوریه این صورت
بیایم این رو اینطوری نمایش بدیم. پس میرسیم به این که برابر با چی هستش؟ برابر با این یه دو پاک مخرج، جزء دو پاک مخرج یکی از اینجا به این میرسیم. این برابر به چیه؟ برابر به این جزء بگیریم به این. پس این مواجهه دیفرکشن ما اینطوریه. این برابر با چی میشه؟ اگه زوج باشه این دوم مثلا این اگر این باشه این اگر این باشه اگر این باشه این طبیعی اگر این فرد باشه توی اینجا این مولتیپل پول هستش، اس مساوی با یک، دوم پول آف مولتیپلیسیتی کی این چطور؟ این چطور؟ این الان یه پول نیست دوستان، یک دوم پول نیست، بلکه یک دومش میگن رنج پوینت. این رنج پوینت این تابه، این تابه که اینجا شما شاید میتوانید این مولتی‌ولیوده، مثل این نیستش بی نهایت بشه در اس مساوی با صفر، اس مساوی با یک دوم بی نهایت بشه، بلکه این تابه در اس مساوی با یک دوم و هر خطی که هر برنج، هر برنجی که هر شعبه ای که ازش منشعب میشه مولتی ولیو میشه، اونه کراس بکنی شما. این در واقع اینطوری نمایشش میده تو کامپلکس پلین. یک دوم اینجا بگذاریم این الان یک برنچ پوینت داره به این صورت که اینطوری هم برنچ پوینت رو نمایش میده. این یعنی هر شما این کراس بکنید از کرد بشید ناگهان روی ریمانیت شیت دیگری وارد میشید. هر چند بار اینو کراس بکنید کامپلکس پلین روی ریمانیان شیت های مختلف وارد میشه. اگه بخواید شما ریمانیان شیت ها رو ببینید به سینک آشپزخونه نگاه بکنید، آب چطوری توش میچرخه میره پایین، آب اینطوری میچرخه میره پایین دیگه، گردابی میره. حالا اون آبی که داره میره پایین رو با یه پلین هایش شما کات بکنید، اونا هر کدومشون ریمانیان شیت
هر کدوم از اینا ریمایند شه. حالا اگر شما اینطوری نگاه بکنید، این مقدار روی ریمایند شیت های مختلف مقدار داره اینجا. در یک نقطه است، در یک نقطه است. در اینجا ولی فرمایید ریمایند شیت های مختلف وجود داره. حالا اگه بخوایم معکوس بکنیم این رو که پی دی اف به دست بیاری، پی دی اف زیر رو به دست بیاری، چیکار باید بکنی؟ مثلا اگه اینو شما مشاهده بفهم همین این حالت رو، باید ما بیاییم این دست ناپلاس اینو باید به دست بیاریم دیگه. اینو چطوری میشه به دست آورد؟ وقتی که شما برنچ پوینت دارید، وقتی برنچ پوینت دارید اینو چطوری میشه به دست آورد؟ شما میگه یک کانتور اینتگریشن، واسه کانتور اینتگریشن انجام میدید، یک کانتوری تعریف میکنید که بهش میگم براون ریج کانتور. براون ریج کانتور اون براون ریج کانتور اینه توی این مسئله. که شما این اینو میخواین انجام بده، این برابر با اینه. اگه این مختل شما مثلا گاما در نظر، لامدا در نظر بگیری، این برابر با این کانتور ها میشه که الان من برای شما نمایش میدم. برای این کانتور، کانتور اول این باشه. ما اینو میخوایم، این لاین اینتگرال، این لاین اینتگراله، اینو ما میخوایم. ولی بر اساس قضیه رزجو این برابر با این میشه. که شما بیاین روی این اوالویت بکنید. روی اینی بعد رو ایفت بکنید، قرمز روی سبز، دوباره روی قرمز، دوباره روی سیاه، یا با هم جمع بزنید، چون از اونجایی که شروع کردیم دور برگشتیم بهش دیگه. پس این چیزهایی که جمع بزنیم منها میشه، منهای روی آبی. پس اگه بیایم اینها رو جمع بزنیم، زبده منها بکنیم، شماره یک، ما انتگرال شماره روی کانتور شماره یک میخواییم، یک میخواییم، باید بیایم دو رو با سه رو با چهار رو با پنج رو با شش رو با هم جمع بزنیم، زبد داره منها بکنیم، میشه انتگرال شماره یک. این میشه کانتور اینتگریشن. باید برمیم میشه کانتور اینتگریشن. یک راه دیگه، خب این راهش واقعا باید این انجام بشه، واقعا باید این انجام، ولی راه های دیتور هم هست. دیتور یعنی که اون راهی نیستش که هم خبر داشته باشن. دیتور اینجا رو میبینیم دوستان، که x باشه
پی دی اف زی رو میخوایم به دست بیاریم چیکار باید بکنیم؟ اول که اکس میشه اینطور، اکس میشه اینطور به علاوه منهام داره، بعد اکس رو مشتقش این رو داریم میشه این بعد ریشه شد دیگه، دو تا ریشه هست دیگه، دو تا ریشه هست هر بداشتم این رو دارم. پس پی‌دی‌اف‌زی برابر با چی میشه دوستان؟ برابر با این میشه پی‌دی‌اف‌زی. حالا این رو بیایم بگیم که بر اساس این چیزی که اینجا میبینی این باید یک باشه دیگه. پس این چیزی که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید از طرف این رابطه نسبت به اس مشتق بگیریم، از طرف این رابطه نسبت به اس مشتق بگیریم. اینجا نسبت به اس مشتق بگیریم چطور میشه نمایش داد؟ نمیشه اینطوری نمایش داد. سه دوم منهای یک که باره میرسونه بگه این عمل انجام بدیم هی مشتق بدیم و اینها میرسه به این که پی دی اف این زی PDF این زی میشه یعنی این اینجا استفاده میشه، اینجا استفاده میشه برای پیدا کردن PDF. باید پیدا کردم پی اف ترشول اینو داریم
سیو می‌کنی مثلا به 10 به امین های 3 در امین های 3 یا مثلا در امین های 4 یا در امین های 5 این مقدار پیدا می‌تونیم از چه طریق انجامش بدیم؟ از طریق چرنف باوند هم می‌تونیم انجامش بدیم؟ بدیم انجام. ولی خب دوستان می‌دونی چیه؟ این میگه مثبته این هستی CEF این هست CEF در CEF پی بزرگ CEF در نقطه دلتا که چی یک منهای پیه. خب CEF شما دستور مطلب میده به ما، یعنی اسمش از CDF استطلاقا اسمش از CDF. بعد این درست ICDF یعنی چی؟ یعنی که شما به من یه probability بدی، من به شما اینو بدم ICDF دستوریه تو مطلب ICDF. شما میتونید اینو پیدا بکنید با دقت خیلی خوب، و یا در حالتهایی که توی مطلب این توابع نیستن، همین فرمایید مثلا اسمشون نیست. البته بعید ما کارهایی توی این کلاس انجام بدیم که توابعش رو مطلب نباشه، بعید. حالا باید من یه حالت واقعی رو نشون میدم که نیست ولی باید به چرناخ باون استفاده بشه، من نشون میدم. ولی شما میتونید از این استفاده بکنید، از ICD استفاده بکنید، مگه دنتا رو به دست بیارید. حالا ببینید توی مسائل واقعی که یکی دو بارم در باید صحبت شد، این W واقعا اینه، هستش نویز، هستش اینترفیرنس هستش کلاتر، هستش جمیل. هر کدوم از این ها مثلا نویز ما تو کلاس فرآیند در باید صحبت کردیم. اینترفیرنس میدونین چیه دوستان؟ مثل خود اسمیمونه، مثل خود سیگنال اسمیمونه اینترفیرنس. یعنی اگه شما فرض بفرما رادار داریم کار میکنیم، ما یک رادار داریم، توی محیط رادارهای دیگه هم هستش، اونها هم سیگنال هایی دارن درست میکنن شبیه سیگنال ماست. اگر رادارهاش تایپشون با تایپ ما یکسان باشه، اگه تایپشون با تایپ ما یکسان نباشه فرق میکنن اونا، یعنی کورلیتد میشن، یعنی چه سیگنالی درست میکنن که عیناً مثل سیگنال ما نیست ولی شبیه کورلیشن دارن. کلاتر هم عرض کردیم خدمتتون، کلاتر چی هست؟ تارگتیه که آن اینترستینگ، نان اینترستینگ در واقع. مثلا شما دنبال هواپیما میگردید، سیگنال رادار شما به کوه هم برخورد میکنه، بر باستابش ازش داره، یا به ابر هم برخورد میکنه، باستابش ازش داره. شما دنبال ابر نمیگردید توی این کارا، دنبال کوه نمیگردید، دنبال هواپیما میگردید. اون باستابش کلاتر. جمینگ اینتنشنال اینترفیرنس. میدونید چی هستش دوستان؟ اون کسی که ما رادار رو به سمتش میتابونیم، اون سیگنال رادار ما رو میگیره، انالایزش میکنه، همون رو برای ما با دیلی برمیگردونه، عیناً همون رو رپلیکیت میکنه، یعنی میادش اچ رو براش به دست میاره، سیگنال ساب اسپیس رو به دست میاره، دوباره برای ما ارسالش میکنه با دیلی. چرا این کار میکنه؟ یک اینکه چون که خودش تو آسمان داره در حرکت هستش، با دیلی که ارسال میکنه ما متوجه نمیشیم کجا بود. دوم اینکه ماها رو چیکار میکنه؟ اوورولم میکنه. یعنی چه دوستانی؟ اوورولم شدن یعنی ماها از طاقتم خارج میشه، بی نهایت سیگنال به سمت ما میرسونه، بی نهایت نمیتونه میرسونه، ما نمیدونیم الان دنبال چی داشته میگرده تا بیایم اینا رو انالف. بله اینا با سیستم با سیستم های الکترونیکی داره انجام میشه، ولی همون سیستم الکترونیکی هم بالاخره یک لیمیتیشن هایی داره دیگه.
اوورول میشن اینا، اوورول میشن از طاقتشون خارج میشه جمعی اینتنشنال اینترفیرنس. اینو گفتیم توی کلاس فرایند پی دی افش رو، میتونه گوسی باشه میتونه نان گاوسیان باشه. اینترفیرنس مثل شبیه سیگنال خود ماست، میتونه گوسی باشه میتونه نان گاوسیان. کلاتر به حالت خیلی خیلی سادهش گوسیه، بقیهش نان گاوسیان. جمینگ اگه گوسی باشه دشمن داره به ما فیورت انجام میده، داره به ما لطف میکنه، نان گاوسیان. حالا این چه دیستریبیوشنی پیدا میکنی؟ نان گاوسیانه، شدیدن نان گاوسیان، شدیدن نان گاوسیان. ولی فهم تو حالت واقعی اصلا نمیدونیم پی دی افش چیست، اسمش چیست، نمیدونیم چیه. میدونیم یه چیز رندامه و نمیدونیم فرمولش چیه. مثل این حالت ها نیست، مثل این حالت ها نیست. توی این طور حالت ها ما باید بیان باوند پیدا بکنیم، باید بیان امپیریکال پی دی اف تخمین بزنیم. اینجا دیگه گاوسیانیتی، ببینید دوستان عزیز اینجا گفتیم گاوسیانه، گفتیم گاوسیانه نیستش دیگه، باید یه امپیریکال پی دی افش تخمین بزنیم. خب امپیریکال امپیریکال پی دی اف تخمین بزنی خودش یک فصلی از کارهای دیگر میشه که الان پی دی اف چطوری میشه امپیریکال تخمین زد. یکی از چیزهایی که توی مطلب وجود داره همون هیسته، هیست مطلب امپیریکال پی دی اف تخمین میزن. یکی دیگر از اونها، یکی از مهمترین روش های تخمین پی دی اف هستش، بهش میگن کرنل. توی مطلب یه دستوری هست بهش میگن KSNC، خیلی قدرتمند KSNC. میدونین یکی از قدرتمندترینشون چیه؟ این هستش که رندوم وریبل هاتون رو، رندوم وریبل هاتون رو اینها باشن. من نمی‌فهمم رندوم وریبل هاتون تخمین کرنلش، تخمینش اینه. یه داده هاتون رو بگیرید شما بریزینشون روی گاوسیان دیستریبیوشن، بریزینشون روی گاوسیان دیستریبیوشن، چند بار مشاهده کنید وکتور رو، این وکتور رو چند بار مشاهده کنید، بریزینشون روی گاوسیان دیستریبیوشن، اینها رو با هم جمع بزنید، ببینید چه اتفاقی میفته. میشه تغییر با دقت بسیار بسیار بالایی، میشه تغییر پی دی اف اینجا، همین پی دی اف میشه. این حالت کیس دنسیتی حالت خاصی از این، اینو فیزیکدان ها چند سال پیش انجام داده، اثبات هم کردن، خیلی هم دلیل دارن براش، ریاضیاتی در اینا هم اسمشون هستش ماتماتیکال فیزیسیست، فیزیسیست های اینشتین، اینشتین ماتماتیکال فیزیسیست بوده، مثل اونا هستن، اینا رو کار دارن با کارهای اتم و مولکول ها و اینطور چیزا کار میکردن که مولکول ها رو میدونن، اتم ها رو میخوان پیدا کنن، حرکت میکنن دیگه، الکترون ها دور هسته حرکت میکنن، میخوان بگن که کجاست. خب نمیتونم بگم کجا، چون که رندامدی داره حرکت میکنه، خب احتمال حضورش در یه جا پیدا کنن، پی دی اف لازم داشتن، فرمول پی دی اف نمیتونستن بدن، با دلایل ریاضیاتی همه رو متقاعد کردن که اینه. میکنم کافی باشه دیگه برای امروز، پس مادر نکنه و میان ترممونم بنابراین سه شنبه آینده نخواهد بود که 16 همه، پس میشه 18 همه
اردی بهش انشاءالله کم حوالی 10 تا 11 اونجا شروع میشه، یه 4 ساعت حداقل وقت خواهد بود، سوالات مطلب هم توش خواهد بود، میتونه سوالات مطلب هم توش باشه، انشاءالله موفق خواهد بود. میان تمریناتون هم لطفاً از طریق ایمیل به ما برسونید. ایمان.